ساعتی پیش گفتگوی داشتم با شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند، و از او پرسیدم که چرا دولت هند با موج جدید تخریب مساجد و اماکن مذهبی و تشدید فشار بر مسلمانان هند موجب شعله ورتر شدن جنگ و نزاع مذهبی در این کشور متکثر از ادیان و مذاهب می شود؟ در ادامه پاسخ ایشان را بشنویم. به عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شبکه امام حسین علیه السلام، در این مورد باید عرض شود که این موضوع خیلی حساس است و خیلی تاریخچه قدیمی دارد. چند تا نکته هست که اینجا باید بیان شود. این که این دولت هند تحت رهبری حزب بھارتی جنتا پارتی بی جی پی با رهبری نریند مودی سیاست های ملی گرانه هندو را ترویج می کند و این سیاست ها به افزایش تنش های مذهبی منجر شده و به عنوان بخشی از تلاش های برای تقویت هویت هندو ها در جامعه هند دیده می شود. یعنی الان این تاریخش خیلی قدیمیه، یعنی تنش های هندوها و مسلمان ها خیلی قدیمی هست، ولی این حزب داره هی اون رو فشار میاره، هی اون رو تکرار میکنه، شاید برای فواید سیاسی خودش. این افزایش تنش به عنوان یک ابزار سیاسی برای جلب حمایت عمومی و ممکن است برای ایجاد پایگاه در انتخابات برای حزب خودشون. البته در انتخابات حال اینا فهمیدن که این جواب نمیده، ولی به هر حال هندوها که با بھارتی جنتا پارتی هستن اینا را میخوان متحد بمونن، اینا جدا نشن. و یک این تجدید فشار بر مسلمان ها و تخریب اماکن، این هدفش ممکن است ایجاد اختلاف مذهبی بیشتر شود و اتحاد که در مخالفان سیاسی الان پیش اومده و کرسی های زیادی حزب مخالف در دست گرفته در انتخابات همین حالا، این اتحاد از بین میره، چون یک حزب که نیست در حزب مخالف، چند تا حزب هست و یک اتحاد سیاسی تشکیل داده اند. لذا ممکن است که اینا میخوان با این جور کارها این اتحاد سیاسی مخالفان رو هم جلوگیری کنن. و یک مسئله مهمتر از همه این است که مسائل اقتصادی و اجتماعی که در هند الان خیلی حساس مشکل تر شده و را اصلا از اون مردم را دور نگه دارن. حالا کل حال این اقدامات سطح نگرانی هست و امکان واکنش های شدیدی دارد و یک هدف خاصی هست که داره دنبال می شود و لازم است که هم مسلمانان هم حزب‌های سیاسی در این مورد متحد شود، هم کلام شود و در این راستا از طریق قانون و از طریق خود فشار آوردن به دولت در پارلمان، در مجلس و در سطح دیوان عالی کشور یا قانون از لحاظ های پیگیری قانون را این را واکنش خود را به طور جدی نشان بدهند.